با او دختر قدر سخت گفتی؟ خوشتان آمد. شما از او دست آدم هایی هستین که عقیده داره هدف وسیله را توجیه میکنه؟ آقای افشار، شما به فکر برد محکمه باشین. حتما باید اینقدر تومن میزدی؟ شما میخواین محکمه را ببرین و انتقام دخترتان را بگیرین یا نه؟ از حوزه زنگ زدم، گفتن قاتل سیه را گرفتن. حقیقت داره؟ بله. ما قاتل را دستگیر کردیم و به جرم خودم اعتراف کردم. حالا باور میکنین که شربانو قاتل بچه شما نبوده؟ یعنی که شربانو رابطه با این قضیه هیچ نداره؟ نه خیر، شربانو در این قضیه کاملا بیگناه بوده. میگن اگه شما اجازه بتین امی نظر و خیرات روز چل شهربانو را اونا برگزار میکنن. تاها خیمه چی کار کنم؟ فلسفه بخشیدن به شما دو نفر میاد بتم؟ دیدی که خانواده دوست چقدر مردم های بیمروت بودن؟ به اونا بتن خوشم. آدم هایی که داسمان ستاره ندارن، در زمین بوریا ندارن، نه اصل دارن نه نسب. ما میفهمم که قدر چرا تو را ما کم گرفتن. ما فقط میخوام ما قدر برتون بگویم که اونا قسم مردم نیستن. هستن و آدم ها را من خوب میشناسم. چاکوشم که دسته پیدا کنه باز میگیرن از هر طرف میبرم. صبر کو، اونا تا نوز با مادگه و قول برفتن. اون نفره که خود کده من شاخ بشاخ کنه، من شاخ شبرت میده میکنم. بس دیگه یک کلمه هم نگو. مرگز نمیگذارم که محکمه رو اونا به نفع خود تموم بکنن. خلاص دیگه میبری درست؟ ممکن است این بردن طول بکشه. تو میفهمیدی که سیار نامزاد شهربانی بوده؟ بله. خیر چرا هم روش رابطه برقرار کردی؟ فرشته زیاد کوشش کرد که مانع رفتن دوستش شوه، مگر نتانست او را قانع بسازه. آلی گپا چی درده دوا میکنه؟ او دختر بیچاره خون مرده. خانواده شهربانو از فرشته شکایت کردن. خانواده شهربانو از فرشته شکایت کردن؟ من از طرف بیروز خان وکیل فرشته هستم و میخواییم که خود در محکمه رفته و شهادت بدیم. درست است که ما مسجد مکتب نرفته هستیم. ما به سواد کور هستیم. او رقمه که شما میفهمین ما نمیفهمیم، ولی شما خود تمام این خوبی ها را یک جای دارین. چرا میخوایی که سر تا قدم اهل فامیلت اطلاع پوش کنم؟ فقط بگو کاغذ ها امضا کن. برو بیرون. ابرتان رو گفتم مادر جان، من هر روز شهربانو رو میدیدم. تو شهربانو رو میدیدی؟ ولی برای ما چیزی نمیگفتی. ما با شاهدی امید احتیاج داریم. من نمیخوام برق نمیدی که شده خدا از اینجا خلاص کنم. احساس میکنم که برق فرشته بسیار ظلم کردیم. تو هم احساس داری؟ روزی اول که میخواستی شکایت کنی احساس داشتم. نفهمیدی؟ اگر زد بخوایم که بری و رضایت بدی چی؟ سرزنشم میکنی؟ آقای افشار، ما شما قرارداد کرده بودیم که دوسیه رو به نفع شما ختم کنم. حالا میخواین رضایت بدین؟ فکر کنین محکمه رو به نفع ما خلاص کنیم. نکردیم آقای افشار، نکردیم. چرا چند روز صبر نمیکنید تا ما عقب حقدار برسانم؟ ما رضایت داریم دوسیه همیجا بسته شوه و این دختر بره و سر زندگی عادی خود. اگر این دختر بره زندان یا بره پیش مادرش چه فرقی به حال شما داره بچم؟ فرق داره آقای افشار، فرق داره. چی فرق داره؟ میبخشین آقای افشار، گفتنش برام سخت است، ولی برد باخت این قضیه برام بسیار مهم است. شما مطمئن هستین؟ این منظور می است که افشار آمده بود و رضایت دادن؟ تشکر برادر، بسیار تشکر. خبر خوب به ما دادین. با امان خدا، با امان خدا. شما دیگه نیاز به هیچ وکیلی ندارین. تو چرا سیاپوشیدی بچم؟ فردا ما آماده دارم تا بگجه میریم. کجاست خود؟ خانه افشار.
چی قوم ننیت هست یا چی قوم پدرت که لازم از دعا و فاتحه بری؟ آقا جان گپ نزن. یک لقمنان را زار آدم میکنی. آقا امین هستان یک چیزی میخوایم. بگوین چی کار باید بکنم؟ هستان میخوایم انگشتر تن پس بگیره. یه امانتی نبود فرشته خون. حتما دختر خوب تر از ما پیدا میکنی. فرشته ما به دختر خوبتر از تو نیاز ندارم، با تو دختر بعد احتیاج دارم. ماگل خاطر چی خواسته بودی؟ خب مادر بالاخره باید دیگه پدرم یک روز نه یک روز خبر میشد. خواهش میکنم. فکر میکنی پدرت رضایت میده؟ یا سلام بله. بهروز خانم برای بیرون. برای من آق نام تو را فرشته مانده بودم. تو دیو هستی دیو، شیطان هستی شیطان. ما احمق چی فکرهایی برای تو داشتم؟ میخواستم تمام عقده‌هایی که بدل مانده بود در وجود تو عملی کنم تا بالاترین مقام حکومت پیش بری، ولی تو تمام آرزوهای مرا به خاک یکسان کردی. کاش که یک کس را انتخاب میکردی که همزنگ تو میبود، یکی داد مردمای گشنه که چشمشان به دارایی مردم مانده. ما اگر از شما چیز خواستن آقا جان. آخر چی میخوایی؟ آقا جان من تنها چیزی که از شما میخواستم یک لبخند از عمق دل بود. ولی شما اگر چیزی که برام میدادین تنه رنج کشیدن و مال جمع کردنتون بود. آخرین روزی که دستان سرمه کشیده باشین یا مرسا رو زونیتون شانده باشه یادتون هست؟ اگر اجازهتون باشه قصد دارم برای چند روز برم مسافرت. کجا بخیر میره؟ مزار شریف. میخواستم که میز شما را یک برای شب رزم. بله خوشبختانه مثل شما رک برای شما خالی هستم. بله سلام خوب استی؟ سلام هستم. چند وقت پیش از پیشم رستوران تماشا که موتر بشلم یکی رو دیدم فکس تو بود که تک مرنه که داخل رفت. صبور دیدم آره. گفتی ما رو دیدی؟ یکی رو دیدم مثل تو بود. برادر خانده ایم از خارج آمده بود خواستم میمانش کنم. شب از من بیا خانه میخوایم تو هم باشی. بیتانم خیلی کوتاه شما رو ببینم. حال چرا خودت رو بزاد میکنی؟ خیلی کوتاه. اگر قول بیتی که بیا یک گلاس چای بخوری و پس بری من برات آدرس خانه رو میدم. افشار تو بچه چی میخواین از خانواده من؟ بیروز خان حرمت مسجد بفهم. حرمت مسجد تو بفهم. بچه تو چی قرابت نسبت به دختر ما داره که میره مزار پیشش؟ شما خودتان ناموز دارین؟ محرم و نامحرم هم میفهمین؟ لا حول ولا. بیروز خان من برای شما گپ زده محترم. بیروز خان برو خانید. مطمئن باش که این وصلت صورت نمیگیره. لیکن فکرت باشه اگر دخترت آمد خانیم باز در این منطقه ایم دور نخوری که بسیار برد بد تمام میشه. افشار بچه ایتا بفهمون. او چیزایی که برد گفته بودم آوردی؟ امروز خیلی مصروف بودم نتونستم بگیرم. بله صبر خان چی کردی گرفتی چیز میز؟ هنوز نی
چرا از خانه نبر آمده؟ بر آمده نخبر آمده ولی نتونستم چیزی بگیرم به دردت بخورم. او بدرسته چهار دانه عکس میگیری عکس ها بگی بیار که من کار خدا بفهم چی کنم؟ شما صبر داشته باشین من کاری من بلد هستم. فرشان آمدیم که از سان اجازه بگیرم و برمش از خانه تان برم. فرشته خوب گوشایت باز کن. فکر میکنی که میمون آمد رنگ خانه از وشی بشیار ببینی و گوشت غلط رساندن یک قدر نگاهت کنم که سرت مثل دندانت سفید شود. یک قدر زامت سرت نکشیدیم که مفت از دستم بری. آدمیت به کردار است آقا جان، نه با پول و نه با قومش. و ایرم باید داشته باشید که بچه فهمیده یک چوپان عادی برای مردم مزیزتر است نسبت به وارث نفهمیده تاج و تخت شما. ما همون دیو قصه های هستم که فرشته ها را دبردگی میبره و زندانیت میکنم. ما همون آدم هستم که نفس تو را ذلیل میکنم و ازت میخواهم که تحسین و تمجیدم بکنی. آدمی هستم که تو را و امثال تو را حقش ازش میگیرم. آدم نافهمی هستم که به دارایی مینازم و به تو نمک ناشناس اجازه نمیتم که مرا به یک چوپان مقایسه کنی. با هر کس کاروسی میکنی آزاد هستی با شرط که از زبانت خط بدی که هیچ چیز از دارایی برات نمیرسه. تشکر آقا شد. بگیر امضا کن. این ورقا برای چی از بیروز خان؟ این ورقا پیوند خونی ما و فرشته را باطل میسازه. فرشته دیگه متعلق به این خانه نیست. در قانون الهی کار درست نیست بیروز خان. ولی در قانون خانه بیروز خان هست آقای افشار. ملا صاحب در کجا امضا کنم؟ اینجا امضا کنم. پدر تو قصه نخور، من همیشه در بدرم. فقط بخند به این سرنوشت بی پدرم. پدر برای خودم آدمی بزرگی شدم ولی برای شما تا هنوز درد سرم. برای این که تو خوبی چقدر بد هستم پدر ببخش مرا. بچه‌ام هنوز خرم. پدر ببخش که ز احوال خانه بی خبرم. ز روی زندگیم بی علاقه می گذرم. ولی چه کار کنم؟ سرنوشت من این است. همین که تازه ترین خار چشم یک پدرم. دوستان دارم آخر. میخوایم از هر نقطه زندگیمه که فرشته نسبت به ما پیدا میکنه باطلش کنی. این تنها میتونه که برات یک دلخوشی باشه. قانون اجازه را به تو نمیده که اولاد تا فسخ نسبی بکنی. قرارداد خرید فروش قالین خو نیست. شماره ای رو که شما دایل نموده اید قابل دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. کمش میرتید تا سو دایل کری لسایی سخت بانده. و عجلش ببین این تلفن خاموش کردنش سایکو. خدایا توبه، خدایا شکریت که در گناه ایرخ مادمار ما را نمیگیری و هلاک نمیکنی. وقت خانه را از بیروز بگیری صبور خودش به پای خود به طرفت میه. من میترسم دکتر. از چی میترسی؟ قسم رفتار میکنی که فقط ناشیسی و بار اولت است. تو قوالی رسمی داری، از چی میترسی؟ حرکت کن. این جنگ باید یک روز شروع میشد. هر چی زودتر خانه را از بیروز بگیریم همه که زودتر صبور به طرفمون میه. ما تمام اسنادا و قبالایی که مربوط به دارایی شما میشه را بررسی کردم. تمام دارایی تان و بچه تان شستشوی داده و به نام خود کردم. چی؟ تو چی گفتی؟ شما وکالت عام تام به بچه تان داده بودین؟ اجازه هست؟ خانم کی را کار داشتی؟ شنیدیم که از این خانه شما کوچ میکنین. کی گفته؟
بیا بریم بالا بشینیم، شاید باشه و شما خبر نداشته باشین. صبور خان هستن؟ شما زاشرو صبور هستی؟ اگه من بگویم که خانم صبور هستم، بازم شما باور نمیکنین، درست است؟ تو چی صبور هستی؟ صبوری خانه رو به نام زنش کردن. بیروز خان، متوجه کارتان باشین. تا یک دقیقه دیگه پلیس میرسه. کار نکنه که تمام اونتان از ناس پری کنه. تو ببینم چی گرفته. صبور خان، پیشنهاد میکنم هیچ بیشتر میگرد نگرد. میخوایم ببینم چی گرفته. مطمئن هستی؟ من عکسای لعنتی را تا سالن خراب نشدم. متاسف هستم. میخواییم به محاکمه یک زن کمکم کنیم. این زن گناه های مرتکب شده که سزاوار سنگسار است. مدرک داری که جرمش را ثابت کنه؟ داخل چی کار داشتی؟ همراهش وعده ملاقات مانده همراه دزگیری دکتر گرفتارش کنید تو باید بابا نه نشم موتر شما به این همراه ملاقات